بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام علیکم، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، امروز ما یک جای آمدیم، امروز نه که امشب، عروسی همکار دوست داشتنی ما و چی یک سالون مقبوله. واقعا ما خیلی خوشحال هستم و امروز عروسی همکار دوست داشتنی ما سید جمشید غزنفری از دوستان عزیز. و شما میفهمید که رسم رواج ما مردم افغانستان قسمی است که عروسی بسیار مجلل با شان شوکتش البته برگزار میشه. شما هم میبینین هموطنهای دوست داشتنی ما خواستن در محفل خوشی غزنفری صاحب، همکار دوست داشتنی، برادر خیلی مهربان ما و یک شخصیت خیلی ورزیده و فهمیده و دانسته، البته اشتراک کردن. دوستان عزیز، واقعا جای خوشی است. انشاءالله که هر عزیز ما که نامزد هستن و یا هنوز نامزد نیستن، انشاءالله که بخیر عروسی بکنن و زندگی مشترک خود آغاز بکنن. دوستان عزیز، ما خوب است که تنها هم نیستم، همکارم با ما است. انشاءالله که باز با جمع همکارا یک برنامه خوب و انشاءالله که از عروسی فوق العاده تجلیل میکنیم. خب دوستان عزیز، ادامه گزارش انشاءالله با تصاویر زیبا و با رقص پویکوبی جمع دوستا بیننده باشین. بازم عروسی غزنفری صاحب مبارک. Vamos a ver.
اسم ازش پوره شد همین که شیرینیه جمشه جانه بخواه خودم شیرین نگاهش خوردیم دیگه اینال ما و شما دوست های نزدیک شستیم همکارای شستیم با خیر میبریم شد داخل سالون یک نفر دوست هاش تبریکی بدن برش خواهمی تبریکی خلاص با بخیر تبریکی خلاص و داخل سالون میبریم دوست های عزیز مراسم البته مراسم نکاح تمام شد انشالله که بخیر زندگی مشترکشان رسمن با تلاوت کلام پاک البته انشالله که بخیر یک زندگی خوش آرام برشان میخواهیم و یک شنیگه کم بخواهیم بسال بسال این وقت دیگه شاید یک بچه که ناز باشه انشالله بخیر بخیر آها خب تبریکی بریم باشین که میایم یک سال پرش ها جمشید جان بیاد اگه بیاد میگه شامد و شامد شا از راه نکاح آمد از راه نکاح آمد سلام سلام تبریک باشه تبریک باشه بله بله خوش آمد شما آمده باز دیگه بکرام آه بخیر امشب با تو این دست به پادشاهی زیبا از این میز اول از این همین میز میز اول میز اول کی میز هم لالا جمشید هر دو میز هم دو طرف ها هر دو طرف دوستای عزیز البته مراسم نکاح تمام شد و سید جمشید جان غزنفری مهمان ها را خوش آمد میگه و همراه هر کدامشان همراه مهمان ها البته جدا جدا میخواه همراهشان احوال پرسی بکنه و در کنار از او در محفل خوشی خودشان در عروسی خود و آغاز زندگیشان میخواهیم که با دوستا ببینن و همراهشان احوال پرسی داشته باشن خوش آمدید دوستان یک موضوع رو من میخوام یادآور شوم و همی است که ما مردم افغانستان مهمان نوازی یکی از ویژگی های خاص ما است و کاکا جان بله 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 چطور هستی؟ همه تو راست خوب هستی انشاءالله خداوند خداوندی خوشی ها را همیشه داشته باشه که انشاءالله بتانیم تشکر زنده باشی آه. شاهد بله. ازدواج دیگر جوانانی که تا هنوز ازدواج نکردن باشیم باشیم انشاءالله که دعای شما بزرگا هم باشه در پناه با خدا دیگر تبریک باشه به شما تشکر زنده باشیم قربانتان زنده باشیم دوستان عزیز تصاویر مقبول ببینید انشاءالله در ادامه با شما هستم دوستای عزیز من میخوایم پیش آقا داماد برام پیش غزنفری صاحب ببینیم که چی احساس داره نکام تمام شده و من میخوایم امروز چند لحظه صحبت هم بکنم و برش پیام تبریکی هم داشته باشم و باش که امروز غلام سخی جان مصروف است و غلام سخی جان واقعا آنقدر احساساتی است و خیلی خوشحال است که امروز عروسی غزنفری صاحب است غزنفری صاحب سلام علیکم علیکم السلام تبریک باشه عزیز دل ممنون محبتت عبید عزیز خداوند زندگی مملو از صمیمیت محبت و انشالله که این محفل خوشی سبب شود که در افغانستان عزیز ما برای همیشه سال امنیت و آزادی واقعی انشالله که در حقیقت پیاده شود بله بدون شک سلام تقدیم میکنم خدمت عزیزای دل امیدوارم که سعادتمند باشند لباس مهر و محبت بر تن داشته باشند پیش و پیش ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداوند و تمام بندگانش بنده های عزیزش مبارک باد میگم در هر گوشه از دنیا که هستند نوید بسیار خوب است رمضان نزدیک است و در ضمن هر جوان هر آرزویی که درد دارند دعا میکنیم خداوند برآورده بسازد و سال 1402 که چند روزه باقی مانده زبانم گیر میگنه شب خوشی است
یک سال پر از میمنت، یک سال پر از خوشی، یک سال پر از دستاورد، یک سال پر از صلح و صفا باشه انشالله برای تمام مردم عزیز. بس سپاسگزار یک آیتتان هست. عبید جان، در چی یک شب مبارک غضنفری صاحب محفلش است، نکاح بسته شد، نیمه شبان است، جشن است و در تمام تکایا مساجد امشب یک جشن است، خوشی است. بیشتر این جشن و خوشی را مردم اهل تشیع برگزار میکنه و امشب یک شب خاص و مبارک است. خداوند انشالله به برکت این شب غضنفری را با تمام اعضای خانوادهش پایگی ما خوش و خوشبخت و آرام و سربلند و سرفراز داشته باشه. آمین. و یک کلمه میگم که غضنفری عشق است، دوست دارم. ما هم دوست داریم، محبت میگیریم. سلامت باشید. محبت همکارا است که واقعا ما در دفتر همکار نیم، بلکه یک برادر بسیار خوب هستیم، یک دوست بسیار خوب هستیم. کاکر صاحب بیتو در پهلی مرسا شو، کاکر صاحب یک نویسنده خوب، یک شاعر بسیار خوب هستم و کاکر صاحب در این حال خوب یک بچی مقبول است ماشاءالله. از کاکر صاحب میخواهیم که چی احساس داره نمی لحظه که در محفل عروسی غضنفری عزیز اشتراک کرده. خوشحال هستم، سلامت و خیر باشین. خوشحال هستم که خوش هستن. امی یک دنیا فلسفه داره و یک دنیا حرف داره، ای که خوشحال هستم که خوشحال میبینمش و آرزوی موفقیت و بپای هم شوخی کنم چملک شهن پیر شهن سلامت باشین شما. زنده باشین. غضنفری صاحب عزیز، شما را دیگه بیشتر مزاحم نمیشیم، میشه که برنامه را بخیر باز ادامه شما می داشته باشم. شما را مزاحم نمیشیم. سلامت باشین، ممنون محبتتان، بسیار زیاد خوش آمدین. اگر رسیدگی ندارستم به بزرگیتان ببخشید. خواهش میکنم دیگه. اینا رو خود گرفتی، هر وظیفه که لازم باشه برای ما، برای عبید جان، برای همکارا میشه بسپاری. تو دل جمع برو دیگه، بخیر طرف محفل. بله. در سالن هستین، متوجه باشین دوستان عزیزی که میان، باشون رسیدگی شوه. با شما خود در یک دفتر باز تکرار میکنم، مثل یک برادر هستیم، دوست کمتر، برادر بیشتر هستیم. دیگه متوجه باشین که دو سایزی که دلت دمو تو گفته بچا کووری جمع بشه، بیغم برو دیگه، هم تو تپخوش باش دیگه. ما اینجا کوشش میکنیم یک محفل خوب شاد بر داشته باشه. ما مزایم تا نمیشیم، ملایم حسین شما دوست ما هستید. دلت ما خلاص است برن. دوست عزیز، البته ما شما دیدین که مراسم نکاح تمام شد با غضنفری صاحب، با دوستو هم احوال پرسی داشتن. خوبم وطن عزیز، وقت دارین؟ وقت دارین؟ خب دوستو عزیز، البته وقت صرف طعام رسیده و انشالله که از صرف طعام شبم با دوستو البته صحبت هم می داشته باشیم، تصاویر هم می داشته باشیم. شما می بینین که دوستای غضنفری صاحب امرایشان عکس ها و یا تصاویر یادگاری میگیرن. ادامه گزارش ها برنامه نه، گزارش نه، البته برنامه ویژه ما را بینندم. خوب است؟ خیلی خوش آمدین. قربان تن. میخواییم از زبان شیرین و دوست داشتنی شما بشنویم که غضنفری عزیز گفتن که استاد باید صحبت بکنن در مورد محفل امشب. میشنم از شما. به نام خداوند بزرگ، حالا قبل از این که وارد محفل شویم بهتر است که در باره خود جناب غضنفری صحبت بکنیم. ما حدودا 3 سال تا 4 سال با هم همکار بودیم. جناب غضنفری صاحب ویژگی هایی دارد، خصوصیاتی دارد که در کمتر انسان وجود دارد. یک از ویژگی هایش بیرونگرایی ایشان است، بسیار روابط خیلی خوب خلق میکنه. دوما همون صداقتی که در کار خود دارد فوق العاده است. سوم یک دیپلماتور فوق العاده است، میتواند هر فردی را مجذوب گفتار خود بکند. و چهارم یک رفیق فوق العاده است. گاهی ما شبها با هم مینشستیم و با هم صحبت میکردیم، با هم گیم بازی میکردیم. البته گیم های کامپیوتری ما بلد نیستیم، معمولا گیم های غیر کامپیوتری بازی میکردیم، بیشتر ذهنی باشد، قطع بازی میکردیم و از این قبیل بازیات. و چون غضنفری صاحب بالای ما حق دارد، یکی از وظایف و حقوق یک دوست بالای یک دوست این از زمان که دعوتش میکند دعوتش را قبول بکند، در دو موقعیت، چه در غم و چه در شاد. محفل امشب یک محفل بسیار زیبا، محفل فوق العاده عالی، با جمع از دوستانی که نشستیم با هم بحث علمی داشتیم، صحبت میکردیم و جناب غضنفری صاحب آمدن با هم صحبت کردیم و بسیار خوش گذشتیم. و مطمئن هستیم که تا لحظات دیگر هم که باشیم خیلی خوب گذشت.
انشالله ممنون استاد عزیز. دوست عزیز ما یک سبی خود یاد آور شما استاد ما یک چی رو بگم دوست دستم دوستی که من همیشه میخوایم اندوخته های علمی دیگر را دوستی بکنم و یک چیزی یاد میگیرم از عزیزم. اما تا که شاید زنده باشم شاگرد باشم و همیشه میخوایم که شاگرد باشم یاد بگیرم و خوشحال هستم که لحظه‌ای که با شما بودم با سخنان زیبایتان یاد گرفتم که چگونه با محبت و صمیمیت با عزیزم برخورد داشته باشم و من خوشحال هستم که غزنفری صاحب همکار ما است. واقعا آنچه که شما گفتین فراتر از شخصیتشون ارزشمند است. قربان دم دوستتان داره خیلی خوشحال شدم و عزیزای ما رو خوشحال هستم که دیدم. انشاءالله که بخیر یک روز برنامه داشته باشیم که از نزدیک ببینیم بشینیم تبادل افکار بکنیم و من عاشق شعر و دکلمه هستم. انشاءالله باز بخیر شما بزرگ یک برنامه خیلی بزرگ ارزشمند می داشته باشه. دوستان دارم خوشحال شدم. قربان شکر هموطن عزیز. البته خوب است که ما با شما چند تصویر زیبا از جریان صرف تام شب داشته باشیم و واقعا یک چیز بگویم ما هم گرست نشدیم. جمشید جان هم گرست نشده میگه بخیر نانه نوش جان بکنه. بیننده باشیم دوستان. دوستان بی‌نهایت عزیز امشب شب خوشی بود، خواستیم این خوشی را با شما هم شریک بسازیم. امیدوار هستیم که لبخند بر لبان ناظرین شما با وجود آمده باشه و برای غزنفری صاحب شما هم دعا بکنیم که یک زندگی خوش و با سعادت بخیر در پیش رو داره سپری بکنه. انشاءالله صاحب اولادای زیاد شوه، خداوند اولادای صالح هم برشون نصیب بکنه و زندگیشون خوش و آرام سپاری شوا. و خیلی خوشحال هستیم که امشب در خوشی غزنفری صاحب شریک شده. سلامت باشین. قربان محبتتان، قربان قدم های تک تک شما ایزایی که لطف کردین، حضور پیدا کردین، زیبایی محفل ما را ده چند و صد چند ساختین و جا داره که تشکری بکنم از عزیزای دل که بیننده برنامه بودن، با کامنت های زیبایشون تبریکی داده بودن در برنامه های قبلی و باز هم سپاسگزار شما هستم از حسن نیت نیک یک یک شما ایزان سپاسگزار. باز هم میگم که نوروز 14 برتان پیش و پیش مبارک، رمضانتان مبارک. انشاءالله ماه رمضان ماه پر از برکت، ماه پر از خوشی و خوشبختی نصیب یک یک شما ایزایی که خارج از کشور هستید و داخل کشور هستید باشه و زندگیتان مملو از سعادت. بله، من هم پیوند مقدس برای خود تبریک میگم و همچنان برای دوستایی که خود دوست دارن علاقه منده. سلامت باشین. من بابای جان هم دیگه یک دعای خیر میکنم باق غزنفری صاحب و انشالله ما هم برش دعا میکنیم. خداحافظ میکنیم. دقیقا دوستای عزیز، من جا داره که یک بار دیگر این پیوند خجسته مقدس و ارزشمند به غزنفری صاحب فرخنده باد طرز بدارم. انشاءالله از خداوند دادگر و توانا براتان یک زندگی بازم تکرار احسن باشه، البته یک زندگی مملو از محبت، صمیمیت و همدیگر پذیری از خداوند مسئلت دارم. انشاءالله که دوستان عزیز ما تانسته باشیم با این برنامه ارزشمند و برنامه خوشی و محفل عروسی غزنفری صاحب و خاطرات که شما هموطنانی که در بیرون از کشور هستین داشتین در افغانستان، انشاءالله که تانسته باشیم با این برنامه خاطراتتان تازه ساخته باشیم. خب دوستان عزیز، ناگزیر خداحافظی بکنیم از دوستان ما و یک بار دیگر از خداوند به غزنفری صاحب و این جفت ارزشمند یک زندگی خوش و آرام و با سعادت میخوایم. ممنون از شما. ممنون از شما. در برنامه را میبندیم تا برنامه های بعدی که بازم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند مهربان میسپاریم. هر جایی کسین شاد، موفق، پیروز و کامگار باشین و ناگفته نمانه کسایی که در این شب و در این روز پیوندشان صورت گرفته و عروسیشان است بر تمامتان تبریک. خداحافظ. دوستان عزیز یک چیز دیگر دوستتان دارم. خداحافظ.